کتابایی که توی کتابخونه فرزند شما هستن احتمالاً بیشتر شخصیتای اصلیشون پسرایین شجاع و قهرمان و ماجراجو. شخصیت‌های زن داستان‌ها از طرفی بیشتر یا نقشای کمتری دارن یا کلاً حرف نمی‌زنن و یا در خیلی از اونها زن‌ها مادرانی‌ان که در خونه می‌مونن و مراقب بچه‌ها هستن. تا یادم میاد داستان‌هایی که توی بچگی برام می‌خوندن قهرمانانش پسرا بودن یا دخترایی مثل سیندرلا و زیبای خفته که توی خونه منتظر بودن تا شاهزاده‌ای از راه برسه باهاشون ازدواج بکنه و خوشبختشون کنه. اما میون همه این قصه ها یک داستان از همه متفاوت تر بود. اون هم قصه پیپی جو را بلند بود. دختری با اعتماد به نفس و ماجراجو که از در و دیوار بالا می رفت و اون نقش سنتی یک زن یا دختر رو نداشت. در چند سال گذشته نویسنده ها و انتشاراتی های بیشتری به این موضوع توجه کردند. کتاب هایی در اومده از زنان الهام بخش و تاثیرگذار که زندگی نامشون به طور خیلی خلاصه و به زبون ساده برای کودکان نوشته شده. کتاب هایی که از این زنان قوی و تاریخ ساز میگه و برای رده های سنی مختلف نوشته شده. از سن خیلی کم میشه به بچه ها فکر کردن و کنجکاوی رو یاد داد و اینکه برای کارهایی که دوست دارن انجام بدن هیچ محدودیت و مرزی به عنوان یک دختر و پسر وجود نداره. این مسئله قطعاً داره توی کتابای داستان بچه ها تغییر میکنه، ولی هنوزم وجود داره. غیر از این یه چیز دیگه هم هست که من خیلی مخالفشم و باش مبارزه میکنم و اون وجود کتابهای آبی و صورتیه، مخصوصا برای خواننده‌های کوچیک. کتابهای صورتی که درباره پری‌ها و فرشته‌ها و دنیای پر از زرق و برق و ستاره و اکلیل و اینا نوشته میشه و منظورم از کتابهای آبی کتابهای درباره ماجراجویی و دیوا و هیولاها. من واقعا میخوام این دو دنیا به هم کمی نزدیکتر بشن. خیلی از دخترها هم هستن که از ماجراجویی و دیو و هیولا خوششون میاد، خیلی از پسرام هستن که از زرق و برق و ستاره خوششون میاد. نزدیک کردن این دو دنیا به هم مخصوصا وقتی مهمه که بچه ها دارن کم کم متوجه مسئله جنسیتی میشن. به پدر مادرها گفته میشه که خوندن داستان بهترین کاریه که برای فرزندانشون میکنن. اما انتخابهای نادرست چه هزینه ای دارن؟ نقش محدود زنان و اون چه میتونن انجام بدن در کتاب ها انتظار اونها از نقش یک زن در زندگی واقعی خواهد شد. نقش محدود زن در داستان های ایرانی هم به چشم میخوره. هدا حدادی تصویرگر و نویسنده در این زمینه نوشته ساختار خطی مردانه، زیباشناسی مردانه، لحن مردانه و پایان بندی مردانه در داستان های فولکلور نمود داره. ماه پیشونی هایی که توامان حامل هوش، جادو و قدرت بودند و در روایت های مردانه رنگ باختند. حساسیت نویسندگان و ناشران ایرانی هم روی این موضوع بیشتر شده. زنان الهام بخش ایرانی یکی از کارهایی که انجام شده. من برای این پروژه فقط 50 زن تاثیرگذار رو انتخاب کردم، ولی خوشحالم که این زنها خیلی تعدادشون بیشتره و در واقع کار من سخت بود برای انتخاب، اما خب سعی کردم در انتخابم اولا کمک بگیرم از کسانی که در حوزه زنان فعال هستن و همین که خب یه مقدار هم اون کسانی بود که می‌دیدم تاثیرگذار هستن و تاثیرشون رو در جامعه می‌دیدم، چه کسانی که معروف‌تر هستن مثل مریم میرزاخانی یا کسانی که شاید کمتر کارشون دیده میشه اما اثر کارشون بسیار دیده میشه مثل محلقا ملا. شکلگیری شخصیت افراد از زمان کودکی و سن کم آغاز میشه. اونها آروم آروم هویت و شخصیت خاص خودشون رو شکل میدن و یکی از عناصر مؤثر بر این هویت ادبیاتیه که کودکان میخونن یا براشون خونده میشه. ما در آرزوی زمانی هستیم که مسئله جنسیتی اصلا مهم نباشه. قهرمان داستان یه بچه ماجراجو باشه. دختر یا پسر بودنش مهم نیست. رنگ پوست، قومیت، مذهبش اصلا مهم نیست. این چیزی که ما داریم توی بریتانیا براش می جنگیم تا مطمئن بشیم که نقش اول داستان همیشه یه بچه سفید پوست نیست.
به نظرم در حال حاضر ناشرها دارن تلاش میکنن که به این موارد توجه کنن و باید یه بالانسی بین دخترها و پسرها برقرار کنن که هر دو توی داستانها ماجراجو و کنجکاو باشن. امیدوارم. پدر و مادرها آینده ساز کودکانن. بالا رفتن تقاضا برای کتاب‌هایی که در اون نقش زنان عادلانه‌تر نمایش داده میشه، ناشران و نویسندگان رو به تکاپو میندازه. اینطوری فرهنگ سازی میشه و در نهایت نسلی دیدگاهش عوض میشه. آنایتا شمس، بی بی سی. همونطور که اشاره کردیم دو مهمان داریم، گلبرگ باشی از نیویورک، دکترای ایرانشناسی و استاد مطالعات زنان از دانشگاه کلمبیا، و همینطور فرشته مهدی، نویسنده و ناشر از کابل. سال اول از خانم باشی میپرسم، ادبیات مرد سالار در قصه ها خب موضوعی است که دربارش میدونیم، ولی تلاشی که صورت گرفته باشه در این زمینه خصوصا در ایران تا ذهنیت ها رو تغییر بده، آیا چنین هست؟ آیا چنین تلاشی شروع شده؟ اولا متشکرم از اینکه منو دعوت کردین به برنامه‌تون و خیلی خوشحالم که همچین صحبتی در رسانه باز شده. من با این شروع میکنم که حضور زنها در ادبیات هم فارسی هم در جهان همیشه وجود داشته، مخصوصا اگر ما به فارسی و عربی نگاه کنیم میبینیم که اصلا یه ژانر هست از وجود زنها در کتب فارسی و عربی، ولی زنها با شخصیت‌های در واقع خیلی منفی. و موقعی که در واقع ما میبینیم که زنها حضور پیدا میکنن در ادبیات، اگه بخوام از لحاظ تاریخی بهش نگاه کنیم، موقعی که نویسنده های زن وارد این حیطه میشن و این با زنانی مثل پروین اعتصامی، خانم سیمین دانشور، شاعرانی مانند فروغ فرخزاد در ایران اتفاق افتاده. البته این در حیطه ادبیات بزرگسالان هستش. و حالا در مورد ادبیات کودک خیلی بیشتر میشه صحبت کرد و من جدیداً ایران بودم و خب یه در واقع پیشرفت‌هایی رو دیدم و خوشحال میشم که در موردش صحبت کنم، ولی نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. بله بله. خانم مهدی، در افغانستان چطور؟ خصوصا در میان زنانی که وارد ادبیات کودک شدند، این تلاش برای شکستن قالب‌های قبلی شروع شده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم. در افغانستان ادبیات کودک متاسفانه جایگاهی را که در سایر کشورها داره هنوز به دست نیاورده. ادبیات کودک قسمی که در دیگر جوامع تعریف میشن، در افغانستان هنوز به او شکل به تعریف درست و کاملش دست پیدا نکرده. اما با آن هم امروز ادبیات کودک را قسمی که ما مطالعه میکنیم و در موردش تحقیق میکنیم، بعضی از ناشران و گروه های نظیر گروه گهواره که فعالیتشان را تازه شروع کردن، کوشش میکنن که این مسائل را همان گونه که در دیگر جوامع برش رسیدگی میشه و توجه صورت میگیره رسیدگی بکنن و در اولویت قرار بتن. در کتاب هایی که گروه گهواره چاپ کردن این مسائل خیلی واضح دیده میشه که اینها قصد دارن تا این مسائل، مثلا تعادل جنسی و حضور زنان را نسبت به سابق کمی پررنگتر بسازن، که هرچند این مسائل باز هم میشه گفت که الگوبرداری از جامعه و رفتارهای درون جامعه میکنن. قسمی که جامعه نقش زنها را کمرنگ ساخته و یا رفتار زنها یا نقش زنها در جامعه کمرنگ هست، داستانها هم متأثر از همون میشن. اما جای امیدواری هست که گهواره و فعالیتهایش و نهادهای شبیه گهواره که ایجاد شوند و فعالیت بکنن، جای امیدواری هست و امیدوار هستیم که به اون نقطه‌ای که میخواهیم برسیم در این زمینه. خانم باشی، اشاره کردید که تلاشهایی در حوزه ادبیات کودکان شروع شده. معنا و مفهومش چیه؟ یعنی اینکه این قصه های مرد سالار رو گذاشتن کنار و میخوان قصه های جدیدی رو از اساس بسازن؟ ممنونم از سوالتون. همونجور که داشتم میگفتم، از لحاظ تاریخی اگه بخوایم نگاه کنیم، با به وجود اومدن در واقع یا ورود نویسنده های بیشتر زن
که در مورد مسائل خودشون می‌نویسن، ما این پیشرفت رو می‌بینیم. حالا اینکه چطور در مورد زنان صحبت بشه، ببخشید من این مرتب داره میفته از گوشم، اینه که فعلا اگر ما به عنوان مثال امریکا نگاه کنیم، فقط چند ساله خیلی راحتی میشه گفت که مثلا 4 سال 5 سال حدودن که ما کتابهایی رو میبینیم که مخصوص دختران نوشته شدن، با دختران قهرمان، یا در مورد مثلا هنرمندای زن یا عالمین زن به خصوص یه ژانری به وجود اومده در امریکا که این ژانر رو دقیقاً الان من چون که ایران بودم برای تحقیق روی این مسئله دیدم کاملا کپی میشه، دقیقاً اون مدل امریکایی در ایران کپی میشه، همون رنگ، همون شکل، همون حالت. حالا این پیشرفت خوبیه به نظر من که ما نویسنده های زن و ناشرین زن داشته باشیم که کتابی رو برای کودکان مخصوصا چاپ کنن با قهرمانان زن، ولی اونجوری که من بهش نگاه میکنم اینه که در سال مثلا 2019 به عنوان مثال، و یا اگه بخوایم نگاه کنیم تا 20-30 سال آینده چه اتفاقاتی باید بیفته، به نظر من فعلا این پیشرفت ها تصنعیه و در واقع با مسائل خیلی فراگیر دختر بچه ها نمیتونه رابطه برقرار کنه. چرا؟ چون که ناشرین و نویسنده ها معمولا یا تقریبا میشه گفت همیشه زنانی هستند که از طبقه مرفه میان. مثلا در امریکا ناشری که کتابی در مورد به عنوان مثال فریدا کالو، هنرمند مهم مکزیک می نویسه، ممکنه خیلی هم تحقیق کرده باشه و خیلی هم خوبه، ولی از یه دید خاصی می نویسه یا حتی یه کتابی در مورد یک دختر بچه افغان بنویسه. اتفاقی که باید بیفته به نظر من اینه که ما باید این مسئله نباید تصنعی باشه به دختر بچه قهرمان از دید یک نویسنده زنی. خب، که ببخشید من خیلی کوتاه میخواستم این اصلا بپرسم تصنعی نباشه یعنی چی؟ یعنی باید از دل تاریخ و فرهنگ در بیاد، مثلا یه قهرمان زن رو پیدا بکنن در تاریخ و قصه اون رو تعریف بکنن؟ نه، تصنعی یعنی که انقدر معمول بشه داستانهایی که با قهرمانان دختر هستند و در واقع قهرمانان متعددی، یعنی که ما با مسائل فراگیری مثل مسائل کودک آزاری، مسئله طبقه، مسئله نژاد، مسئله مذهب، مسئله جنگ، مسئله مهاجرت، تمام اینجور مسائل رو نویسنده هایی که از در واقع خانواده های مختلفی میان، یعنی که نه فقط یک زن متمول سفید پوست یا یه زن ایرانی از طبقه بالا بخواد این مسئله رو بنویسه. منظورم از تصنعی این بود. خانم مهدی، ما وقتی به تاریخ افغانستان حتی تاریخ معاصرش نگاه میکنیم، شخصیت های زن برجسته ای درشون هست، بعضی هاشون هم بسیار مبارزن، نمونش ملالایی که جنگیده علیه کسانی که در افغانستان اشغالگر توصیف می شدن، یک مدلی بوده شبیه ژاندارکی که در فرانسه مشهور هست. چرا این در ادبیات کودک راه پیدا نکرده و نمی کرده؟ خب ادبیات کودک افغانستان همون قسمی که پیشتر من برای شما اشاره کردم فعلا در نخستین گام های خودش است، نخستین صفحاتش را ورق زده، هنوز به او سطحی نرسیدن که بتانن این مسائل را برش اهمیت بتن و تحت مطالعه قرار بتن. ما با مشکلات به مراتب ساده تر از اینها فعلا دست و پنجه نرم میکنیم، مسائلی که شاید در دیگر کشورها اینها حل شده باشند و اینها سیستم برشان ایجاد شده باشه، دارای معیارهای خاصی باشند، اما در افغانستان هنوز که هنوز هست این مشکلات به شکل بسیار زیاد دیده میشه. مشکلاتی هست مثل مشکلات املایی و انشایی که ما فعلا مجبور هستیم بیشتر به این مسئله توجه بکنیم تا اینکه برسیم به بحث هایی از قبیل ذکر نام خانم ها یا شخصیت های قهرمانانه زنان در داستان. مشکلاتی که وقتی ما با اون روبرو میشیم
مشکلات مثل نداشتن تصاویر خیلی منطبق با داستان، نداشتن ویرایشگری که مسئولانه عمل بکنه، آگاهانه قدم برداره و مسئولیت ای داستان را یا کتابی را که قرار است نشر بشه به عهده بگیره. خانم مهدی، وقتی این مشکلات وجود داشته باشه، شما فرمودید که مشکلات بسیار ساده هست، در مراحل ابتدایی هست، ولی هیچ فضایی رو شما حس میکنید که، چون ما نگاه ما به آینده هم هست، در آینده نه چندان خیلی دور وضعیت تغییر بکنه؟ دقیق گفته نمیتونم که امیدی هست یا نیست. امید زمانی به وجود میآید که فرد آگاهی مسئولیت بپذیره و اقدام بکنه. فعلا ما هیچ نهادی نداریم در افغانستان که حتی کتاب‌هایی که برای کودکان تولید می‌شه مورد سنجش و ارزیابی قرار بده، مورد بازنگری قرار بده. هیچ نهادی وجود نداره که مسئولیت همین برنامه‌ها را به دوش بگیره. کتاب‌ها غیر مسئولانه چاپ میشن، در بازار به دست کودک‌ها قرار می‌گیرن، کودکانی که ما اونها را آینده خود ما می‌دانیم، اما برایشان هیچ کاری نمی‌کنیم. متأسفانه تا به حال در افغانستان حتی برای کودکان هیچ تحقیقی صورت نگرفته تا خلق و خوی کودک شناخته شود، تا ذوق و سلیقه کودکان ما بشناسیم، چه برسه به این که ما بخوایم به مسائل مثل تعادل جنسیتی و برابری حقوقی و مسائل نظیر این اهمیت بدیم و توجه بکنیم. فعلا در ابتدای راه هستیم. ما کتابهایی را در همین اواخر متاسفانه مشاهده کردیم که آنقدر مشکلات زیادی دارن، محتوا چنان ناسالم هست که نمیشه حتی به او اعتماد کرد که او رو به دست کودک بتیم و از توقع داشته باشیم کودک ما با خواندن این داستان حتی زبان فارسی رو به شکل درست یاد بگیره. ما همیشه به مشکل و تردید مواجه هستیم که آیا کودک وقتی این کتاب رو مطالعه میکنه ادبیاتش لطمه نمیبینه؟ آیا چیزی که از این کتاب‌ها یاد می‌گیره درست هست، یا اینکه ما دوباره مجبور هستیم یک مقدار انرژی دیگه‌ای را صرف بکنیم که شکل درست را جایگزین بکنیم و اصلاحات به وجود بیاریم و اون چیزهایی را که غلط برایشان آموخته شده را اینها را پاک بکنیم و جایگزین بسازیم براش. سپاسگزارم از فرشته مهدی، نویسنده و ناشر از کابل با ما، و گلبرگ باشی، دکترای ایرانشناسی در دانشگاه پیس و استاد مطالعات زنان از نیویورک با ما.